سلام و درود حضور همه شما بینندگان عزیز. خوش آمدید میگویم شما را به اولین برنامه از سلسله برنامه های روان سالی. در این برنامه ما موضوعات صحت روانی را با جزئیات کامل آن برای شما به نشر می‌رسانیم. در این برنامه شما بخش های مختلفی را تماشا خواهید کرد، از جمله کلیپ اولیه پیرامون برنامه، گفته های کارشناس موضوع برنامه، بخشی به نام تغذیه سالم و مسابقاتی که در مکاتب ثبت شده است. این برنامه موضوعات مختلفی از قبیل اهمیت صحت روانی، معارف صحت روانی، صحت روانی از دیدگاه اسلام، افسردگی، اضطراب و متبقی موضوعات مرتبط در رابطه با موضوعات صحت روانی انشاءالله در این برنامه به شما تقدیم میکنیم. امیدوارم که موضوعات برنامه برای شما مفید واقع شه. اما صحت روانی چیست؟ حال میخواهیم که در قدم نخست موضوع صحت روانی را توسط کلیپی که برای شما به نشر میرسه در قدم نخست به معرفی بگیریم. واژه صحت و سلامتی همیشه انسان را در طول تاریخ به خود مشغول کرده است. تدوین برنامه های تربیتی صحتی برای حفظ سلامتی و مطالعه، جلوگیری و درمان بیماری ها نمونه ای از این اقدامات بشری است. صحت روانی از آن جهت که رابطه مستقیمی با عملکرد فردی اجتماعی و آسیب های روانی اجتماعی دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است و این اهمیت باعث تدوین و اجرای برنامه های متعدد صحت روانی در سه بعد پیشگیری، درمان و توانبخشی می شود. این سه بعد در برگیرنده تمام اهداف و فعالیت های صحت روانی است. صحت روانی افراد متأثر از عوامل متعددی است. اگرچه این عوامل به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرند، ولی در واقع این موضوع چند وجهی متأثر از یکدیگر است. بدین معنی که افراد به علت شرایط محیطی یا عوامل فردی، تعادل و آرامش روحیشان دچار تغییراتی می شود و هرچه شدت این عوامل زیادتر باشد، تأثیر و تهدیدش بیشتر خواهد بود. عواملی همچون عدم برآورده شدن نیازهای اولیه، ناکامی، استرس، یادگیری، مسائل اجتماعی و رسانه‌های جمعی و غیره از عمده‌ترین تأثیرگذاران بر صحت روانی هستند. آگاهی از ضعف‌ها و رضایت از خوشی‌ها، علاقه به برقراری ارتباط با دیگران، احساس مسئولیت در مقابل محیط، علاقه‌مندی به دوستی‌های صمیمی و طولانی و ذوق شدن به توسعه جزء علایم و نشانه‌های سلامت روان است. برنامه‌ریزی صحیح، داشتن انگیزه و آینده‌نگری را جزو علایق و برنامه‌های شخصیت‌های سالم است. شخصیت‌های سالم آینده‌نگر و هدفجو هستند و اساس زندگی آنها کاری است که باید به انجام برسانند و هدف، انگیزه و برنامه‌های آنها دراز مدت است. حس مسئولیت پذیری، اعتماد به خود و هدفمداری جزو شاخصه‌های رفتاری افراد دارای سلامت روان است. ورزش، رژیم غذایی مناسب و فعالیت‌های تحریک کننده مغز علاوه بر حفظ سلامت جسمانی، در حفظ سلامت روانی هم مؤثر است. بهره‌مندی از آموزش مهارت‌های زندگی، برقراری ارتباط، داشتن مهارت مقابله با استرس و فراهم آوردن محیطی امن و سرشار از آرامش به تأمین صحت سلامت روان کمک می کند. برای برخورداری از سلامت روان باید از همان دوران کودکی تلاش کرد. والدین، مربیان و مراقبان کودک باید از آموزش ها و مهارت های کافی برخوردار باشند تا بتوانند با اطلاعات و آگاهی کافی به تأمین نیازهای عاطفی و روانی کودک در سنین مختلف بپردازند. بسیاری از افراد با علایم و نشانه‌های بیماری‌ها و اختلال‌های روانی آشنایی ندارند و یا علایم را به بیماری‌های جسمی خود نسبت می‌دهند و به متخصصان غیر مربوطه مراجعه می‌کنند. در بعضی از موارد استرس ممکن است ناشی از بیماری‌های جسمی نظیر اختلالات تیروئید، کمخونی و مشکلات قلبی باشد، اما در بیشتر موارد به یک مشکل روانشناختی مربوط است و به درمان‌های ویژه در حیطه روانپزشکی نیاز دارد.
مراجعه به روانپزشک و تشخیص زود هنگام بیماری دوره درمان را کوتاه‌تر می‌کند و درصد ابتلا به اختلال‌های شدید روانی را کاهش می‌دهد. برای مشکلات و نیازهای روانی همانند مشکلات جسمانی اهمیت قائل شوید، زیرا منشأ بسیاری از مشکلات جسمانی اختلال‌های روانی است. به سخنان مریضان روانی به خوبی و حوصله‌مندی گوش دهید، حتی اگر ربطی به شما نداشته باشد. صحت روانی جزء مهم صحت عمومی است که به طور عمده با عملکرد روانی یک شخص مرتبط است که شامل فکر کردن، احساس کردن، رفتار و درک جهان اطراف می باشه. همچنان یک شخص که از صحت روانی کامل برخوردار باشه می توانه به مشکلات مختلفی که در زندگی با آن روبرو میشه، اونها رو حل کنه. می توانه روابط خود و سالمی با فامیل، دوستان و همکاران ایجاد کنه. برای خود و دیگران شادمانی فراهم کرده و از زندگی لذت ببره. و اکنون نظریات خودتون را پیرامون موضوع برنامه میخواییم که بشنویم. به نظر شما یک کسی که دچار بیماری های روانی شده چه کمک هایی میتونیم بکنیم؟ باید همراه او خیلی صحبت کنیم، هم نشینی کنیم تا او را از تنهایی در بیاریم و او در هر کار گروهی او را سهم بدیم. بیشتر در فعالیت هایی که خود ما روزمره انجام میدیم او را سهم بدیم. در مکتب اگه دوست ما مثلا مشکلی چیز داره همراه او هم کلام بشیم. دیگه در برنامه هایی که اشتراک میکنیم همراه او را هم بشیم. به نظر شما یک کسی که دچار یک بیماری روانی حاد شده او را میتونیم در هر رقم محفل اشتراک بدیم؟ کم کم میتونیم او را اشتراک بدیم. از کم کم که پیش بریم اول از خود مثلا شروع کنیم به بعض برنامه ها رو اشتراک بدیم، بعد کم کم هم میتونه که جلو بره یک کم حال و هوای عوض بشه، بعد میتونیم رو به دیگه مراسم ها مثلا خود خود اشتراک. هر مریض روانی حق داره که با او همدلی شوه، با او همدردی شوه، تا او هیچ وقت خود از جامعه دور ندانه، هیچ وقت احساس نکنه من جدای از دیگر هستم. هر کس به زندگی خود بارها و بارها، نه یک بار، بارها و بارها امراض روانی تجربه میکنه که ای به این معنی نیست که هر کسی که مریضی روانی تجربه کرد ما از اونا فاصله بگیریم و به نام هنگ دیوانگی یا هنگ روانی رو بزنیم و رابطه خود با او قطع کنیم. شما ببینید خیلی از افراد به جامعه ما هستن که به نوع عصبانی هن. مطمئن باشین کسی که عصبانیه او به نظر من روانش شاید سالم نباشه. اگر ریشه‌یابی بکنیم ببینیم که همون عصبانیتش برمیگرده و یکی از گره‌هایی که به روانش ایجاد شده. درست است؟ پس ما خیلی از مشکل، خیلی از کسایی که داخل جامعه ما دارن راه میرن دچار بیماری روانی. ببینید با جامعه ما که باور میکنید که خیلی از مریضای جسمانی، یعنی بیماری‌های جسمی که به دکتر مراجعه میکنه، ریشه‌یابی که بکنیم ریشه روانی داره. درست. یعنی 75-80 درصد بیماری های جسمی هم که ما داریم اکثریت شامل یعنی بیماری های روانی هم که به شکل جسمانی سازی، یعنی به شکل بیماری های جسمی اونا ظاهر میشه و به دکترها مراجعه میکنن که اونا هم ریشه، اگر گفتم ریشه یابی بکنیم برمیگرده به روان فرد. ما نمیتونیم بگیم که افراد سالم نیستن. افراد سالم به نظر من افرادی هستن که هیچ، یعنی هیچ نگرانی نداشته باشن. اما هست کسی که هیچ نگرانی نداشته باشه؟ کسی هست که نگرانی فردای خود نداشته باشه، نگرانی تحصیل خود نداشته باشه، نگرانی پول نداشته باشه، نگرانی مقام نداشته باشه، نگرانی، یعنی شخصیت افراد ایجاب میکنه که برای بعضی چیزا بتپن، برای بعضی چیزا تلاش کنن. همین خود تپیدن و تلاش کردن و افراد کردن برای رسیدن، برای خواستن یا رسیدن به خود آرمانی وادار میشه، یعنی فرد رو وادار میکنه که بعضی ناهنجاریار به او دست بزنه. استرس تو یک اندازه نرمال است، این تو یک اندازه ضرورت است. برای چی به ما انگیزه میده؟ ما رو وادار میکنه که حرکت بکنیم، ما رو وادار میکنه تلاش بکنیم. این تا این اندازه خوب است، اما اگر از اندازه زیادتر میشه و فرد در کارهای روزمره فرد اخلال ایجاد میکنه، اون وقت ما میشه بگیم که فرد مصاب به استرس است و مصاب به یک بیماری روانی است. افسردگی ما خلق پایین افسردگی می
افرادی که داره خلق پایین بیشتر از دو هفته، یک هفته بیشتر از دو هفته، حداقل دو هفته باید دارای خلق پایین باشه. این ما افسرده میگیم. خلق پایین بیشتر منزوی بودن فرد یک خلق پایین است. گوشه‌گیری، درست با دیگر را کم صحبت کردن، فرو رفتن بلاک خود، بی علاقه به لذت های، مثلا قبلا از ورزش لذت می برد اما حال دیگه لذت نمی برد، قبلا با مصاحبت با دیگران لذت می برد اما حال با دوستای خود با رفیقای خود از اونها لذت نمی برد، قبلا خوب درست با انگیزه با هیجان کار می کرد اما حال دیگه با انگیزه و با هیجان کار نمی کنه. اینا همگی می تونه برای یک فرد ما بگیم که می تونه این یک افسردگی رو تجربه می کنه. بهترین کمک اولین کسان اطرافیای فرد هستند. اطرافیای فرد با هم دلی خیلی راحت بشینن همراهش درد دل کنن، او را وادار نکنن، مجبور به خنده نکنن. فردی که افسرده است ما حق نداریم، یعنی دوستی که تخصصی نیست حق نداره که او را غلغلک بده که تو بخند یا او را به زور وادار به خنده بکنه. این نه تنها که گیری فرد باز نمیکنه بلکه یا طوری با مریض افسرده برخورد نکنه که او خود منتدار این فرد احساس کنه، یعنی این میگه که ولی سگو من اینقدر ناتوان هستم که دیگرا دست مرا میگیره مرا میخزانه، دیگرا مرا وادار به خنده میکنه، دیگرا مرا وادار میکنه در حالی که درد مرا نمیفهمه درد من چی است. بهتره می است که هم دلی کنن هم دردی کنن، او رو وادار کنن که سخن به گپ بزنه، دردهای خود فاش بکنه، کوشش بکنه که دوستا کوشش بکنه اون راهنمایی بکنه به یک مرکز مشاوره، با یک مشاوره به یک جلسه دو جلسه ممکنه که فرد پس توانایی اولی خود بر بگرده برش، شاید فرد بتونه دوباره با از چیزایی که لذت نمیبرد لذت ببره، با چیزایی که برش خسته کن شده بود دوباره پس شیرین شوه، زندگی پس دوباره برش برگرده و اخلالی که به کارهای روزمره از وارد شده بود میتونه پس برگرده به کار روزانه خود. خوشبختانه حال ملت مردم مال بیدار شدن، مردم میفهمن که بعضی امراض هست که به دوا نمیشه، بعضی امراضی هست که باید ما به یک مشاور رواندرمان مراجعه بکنم، با صحبت کردن با تخلیه کردن خود برای رواندرمان و رواندرمان با دادن تکنیک های بسیار عالی برای درمان مرا کمک بکنه که من سر پای استاد شم. خوشبختانه آهسته آهسته ملت مردم حال این رو فهمیدن که باید به دوا رو نبیارن، دوا میفهمن که همینقدر که اگر خوبیای داره عوارض جانبی هم داره، تماما دوا گیاهی نیستن، تمام دوا خیلی از دوا شیمیایی هن، یعنی میتونن عوارض خطرناک برای مریض به جا بگذارن و بیشتر دوایی هم که برای امراض روانی داده میشه بیشتر منجر به خواب آلودگی فرد میشه، منجر به خواب فرد میشه که او دقیقاً تداوی 100% بیماری افسردگی شاید نباشه، اما با چندین جلسه مشاوره صحبت کردن صحبت درمانی خیلی راحت فرد میتونه پس برگرده به اول خود. افراد دارای مشکلات روانی حق دارند تحصیل نموده مانند سایر افراد جامعه کار و وظیفه اجرا کنند. مریضایی هستند که میایند مراجعه میکنند به شفاخانه ما، مشکلات روانی دارند، اکثرا گوشه‌گیر یا از اجتماع دورند و ما اونا رو سعی میکنیم پیش متخصص اعصاب روان کنیم تا اونا بتونن مشکل خود بگن یا بتونن درست بیان کنند مشکل خور. خب اگر خارج از شفاخانه باشه خود شخص شما چی کمک میتونیم بکنیم برای یک کسی که دچار بیماری روانی شده؟ بیشتر مهم اینه که با افرادی که مشکل روانی دارن به چشم یک دیوانه آدم نگاه نکنه، هر کسی ممکنه مبتلا به بیماری روانی بشه، میتونه از خانواده بیشتری شروع میشه این مشکلات و میتونه آدم به ایست یک مریض یا یک دوست یک مشوره خوب بده بزونا، از این که به چشم تمسخر بزونا نگاه کنه یا دیگه قسم، به نظر من با ملایمت صحبت کنه همراهی بهتره. خب به نظر شما بیشترین کمک چه کسایی میتونن بکنن برای کسی که دچار بیماری شده؟ بیشترین کمک به اعضای خانواده به نظر من میتونن بکنن، کسایی که بیشتر به او فرد نزدیکترن میتونن گپشو بهتر متوجه میشن و میتونن بفهمونن بزونا و بیشتر اعضا خانواده و دوستا فکر کنم بیشتر میشن. راه حلی که شما بدین اینه که اول حرف طرف بفهمن مشکلی رو بفهمن بعد از اقدام کنن برای رفع مشکل، درسته؟ دقیقا. احساس غم، اندوه و بیعلاقگی به کارهای روزمره برای بیشتر از یک ماه بدون دلیل واضح
ممکن علامت بیماری افسردگی باشد. تو حال همین این بیماری های تجربه کردین که بیماری روانی باشه؟ بله بله. خب همون نشانه های از این چی بوده؟ نشانه های از یکی بوده که پدرم پارسال سکته کردن، خیلی مدت ما ناراحت بودیم تا که پاکستان بودیم تدریب کردیم پس آوردیم و تا هنوز هم زبانش تکمیل باز نشده، مشکلات ما هستن. خب چیکار شد که این مشکل شما رفع شد و این ناراحتی از وجود شما گم شد؟ این توسط همی دوا و دکتر خدای کریم کمک کرد، همی کارا حل شد دیگه. سلام مجدد و خدمت همگی شما علاقمندان برنامه روان سالم و خوش آمدید میگم شما را به ادامه این برنامه. در این قسمت از برنامه و در این دقایق از برنامه قرار است گفتگوی کوتاهی همراه با یکی از مسئولین پروگرام های صحت روانی داشته باشین و گفتنی های ایشان پیرامون اهمیت صحت روانی قرار است بشنویم. در قدم نخست معرفی از این مهمان را به شما ارائه میکنم. مهمانی که امروز ما با خود دارین آقای عبدالفتاح نجم هستن که آقای نجم متولد سال 1360 و در هرات متولد شدن. درجه تحصیلی که آقای نجم دارن از انستیتوت علوم صحی هرات فارغ شدن و همچنان فعلا محصل سال پنجم طب هستن. سابقه کاری آقای نجم در مؤسسه بهزیستی تحرک در سطح پنجم ولسوالی ولایت هرات بوده و همچنان کار در مؤسسه هیئت معاونیت بین المللی منحیث تیم لیدر و یا هم که رهبر گروه و بعدا هم آمر پروژه صحت روانی جامعه شدن. و همین اکنون وظیفه ای هم که دارن، وظیفه ایشان در قسمت ریاست حوزوی دفتر هیئت معاونیت بین المللی هست. در قدم نخست سلام دارم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز شما. تشکر آقای نجم، ممنون از اینکه به برنامه تشریف آوردین. قرار است همراه با شما سوال جواب های در رابطه با اهمیت صحت روانی داشته باشیم. به صورت عموم اگر لطف کنین مختصر و کوتاه در رابطه با اینکه صحت چی هست و پدیده صحت چگونه ما تعریف میکنین حرفایی داشته باشیم. بله تشکر از شما. خود در قدم اول میتونیم بگیم صحت یعنی حساب تندرستی و سلامتی، ولی تعریفی که سازمان صحی جهان از صحت کرده عبارت از رفاه مکمل جسمی، روانی و اجتماعی است. یعنی به زیمنا که نبود یک مرض جسمی ما نمیتونیم شخص صحتمند بگین. پس برای از اینکه یک شخص صحتمند بگین و صحت کامل برخورد باشه، باید عوامل روانی و اجتماعی از اون شخص هم در نظر بگیرین. این مجموعی از این سه عامل میتونه در صورتی که صحیح باشه میتونه بگیم شخص صحتمند هست. بسیار تشکر. و اگر بپردازیم به سوال بعدی، اینکه به صورت عموم صحت روانی چیست؟ تعریف شما از صحت داشتین، اما صحت روانی چی چیز گفته میشه و چگونه تعریف میتونیم از صحت روانی داشته باشه؟ بله، در کل صحت روانی جزی از صحت عمومی هست، جدای از این نمیتونه باشه. ولی اگه بخوایم صحت روانی مشخص بگیم، این عبارت از حالتی از رفاه و سلامتی هست که شخص بتونه توانایی خود درک بکنه، با اونا مقابله بکنه، بتونه در جامعه سهیم باشه و یک شخص موثری به جامعه باشه. ولی اگه بیم بهتر این بگیم، صحت روانی یعنی بهتر زیستن. دانش و مهارتیه که شخص از طریق صحت روانی میتونه زندگی مناسب، معقول و در خلق شایسته یک انسان داشته باشه و بتونه در جامعه همون فعالیت هایی که وجود هست و همون ایسا فعالیت هایی که میتونه مثمر باشه و مؤثر باشه در جامعه اونا رو حساب ایفا بکنه. ما میتونیم بگیم که شخص از لحاظ روانی یا میتونیم بگیم که صحت روانی مناسبی برخوردار هست. بسیار سپاس. و ببینین که سوال بعدی ما رسیدی چی نمایش میده؟ بله، سوال بعدی در رابطه با اختلالات روانی هست، اینکه اختلالات روانی به صورت عمومی چیست؟ بله، در کل اگه بیاییم بس اختلال روانی یا امراض روانی، اینا مشکل در کار مغز هست. همونطور که پیشتر گفتیم که شخصی صحتمند است که از نظر روانی، فکری و جسمی این شخص به حساب صحتمنده باشه، وقتی که بس اختلال روانی میگین، انمو موضوعات رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی یک شخص وقتی که از نظر فکری به مشکل داره یا از نظر حساب روانی تحت تاثیر قرار میگیره یا گفتاری مشکل داره، میتونیم بگیم که او شخص دچار مشکل روانی شده. ولی یک چیز هست که وقتی که ما به صورت نرمال، وقتی که یک عزیزی از دست میدین، حتما احساس حساب غمگینی میکنین. وقتی به یک کار نوی میدین، یک ترس دارین. وقتی که میخواین برین ببینین که یک چیز مشکلی برای ما آماده، احساس بیقرار هستین. اینا یک چیز نرمال هست به زندگی. ولی وقتی ما میتونیم اختلال روانی بگین
که عوارض از اینا یا پیامد از اینا در شخص نسبت به افراد دیگه بیشتر باشه، طوری باشه که کار و فعالیت زندگی شخص تحت تاثیر قرار بده. و اگر یک شخص نرمال با از دست دادن عزیزی و 10 15 روز یا 20 روز پس میتونه خودخور احیا بکنه، ولی این اشخاص نمیتونن خودخور رو احیا بکنن و یک وقت بیشتری ضرورت دارن یا حتی نمیتونن به صورت نرمال یا کامل احیا بشن. بنابراین در کل رفتار، حرکات و گفتار از اینا نسبت به دیگه افراد در یک وقت بیشتر میخواه و یا یک سعی بیشتر میخواه که جور بشه و این هست که ما میگیم شخص دچار اختلال متاب روانی است. ولی در کل نمیتونیم به صورت خلاصه به یکی دو از اینا بگیم برای شخص بگیم که تو مشکل روانی داری، یعنی این چیزی است که باید از طرف یک متخصص دیده بشه و اونا رو تحت معاینه قرار بدن، بعد از اون میتونیم بگیم که این شخص دچار اختلال روانی هست یا نیست. بسیار سپاس. و اما آقای نجم، به صورت عموم و اما چه عواملی در ایجاد بیماری های روانی نقش داشته میتونه و مؤثر بوده میتونه؟ ببین وقتی که بحث بیماری های روانی میگین، اینا جدا از بیماری جسمی نیست. برای بیمار روانی میتونه که عوامل جسمی باشه، عوامل روانی باشه و عوامل اجتماعی باشه، یا مجموعی از این عوامل باشه که به شخص میتونه اون دچار مشکل روانی بکنه. به طور مثال از نظر جسمی، بیماری های طولانی مدت، مصرف بعضی از دواها، صدمات مغزی، بیماری های مغزی، یا به طور مثال عوامل ارثی، اینا میتونه نظر جسمی شخص مستعد به امراض روانی بکنه. و اگه به نظر روانی بگین، مهارت های ضعیف، نداشتن یا ندانستن مهارت های زندگی، یا تجربیات تلخی که در دوران طفولیت به زادشته، اینا زمینه ساز از این میشه نظر روانی شخص مستعد به اختلال روانی بکنه. و از نظر اجتماعی که متاسفانه در افغانستان ناامنی، جنگ، خشونت های خانوادگی، زلزله، سیلاب یا حوادث دیگه طبیعی و غیر طبیعی که است، اینا همه میتونه زمینه ساز باشه برای اینکه شخص دچار مشکل یا اختلال روانی بشه. بسیار خوب. همه گفتم که مشاهده میکنین. سوال بعدی که میخوام مطرح کنم این هست که علائم و نشانه های اختلال روانی چی چیزها هست، یعنی که ما چگونه میتونیم یک شخص تشخیص بدیم، بر اساس چه عواملی، بر اساس چه نشانه هایی میتونیم تشخیص بدیم که این شخص به مشکلات روانی دچار هست؟ خب علائم از این امراض هم مثل امراض جسمی گوناگون هست، ولی اگه بیایم دسته بندی بکنیم اینا هم، مثلا شخص اعراض جسمانی داره، چی مثلا سردرد داره، مثلا تپش قلب داره، مثلا دردهای مبهم جسمی داره، کاهش و افزایش اشتها داره، اینا از نظر جسمی اگه بگیم، جسم شخص میبینین که عین امراض جسمی دیگه و از نظر امراض روانی دچار از این مشکلات شده. و از نظر احساسات اگه بگیم، کسانی که مشکلات روانی دارن یا اختلال روانی دارن میتونن احساس ناامنی میکنن، احساس ناامیدی میکنن، از زندگی لذت نمیبرن، اون رقمی که باید فعال باشن، اون رقمی که باید با اعضای خانواده، با جامعه برخورد کنن، اینا نمیتونن به طور مناسب همون برخورد که شایسته از اینا هست اونا رو به حساب انجام بدن. و از نظر رفتار هم میبینین که این افراد یا کسانی که اختلال روانی دارن یا پرخاشگر میشن یا گوشه‌گیر میشن، یا میبینین که حساب خنده میکنن یا پر حرف میشن یا کم حرف میشن، بنابراین مجموعه از اعراض و علائم و نشانه ها میتونه برای شخص روانی باشه که خیلی نزدیک به امراض جسمی است، یا حتی مشکلات جسمی که اینا دارن میبینین که با مشکلات روانی در ارتباط است و مشکلات روانی با مشکلات جسمی. بسیار سپاس. و اما موضوع بعدی که میخوایم مطرح کنم این هست که آیا کدام آمار و اقدام در قسمت اختلالات روانی وجود داره به صورت مجموعی در سطح منطقه یا در سطح جهان؟ بله، آمار و اقدام ما در سطح جهان هم داریم و در سطح افغانستان هم داریم. یک موضوع هست که فعلا در حدود 450 میلیون نفر در دنیا، که اگر رقم خیلی بالایی هست، به نحوی یکی از اختلالات روانی در زندگی خود تجربه کردن. و اگر بیاییم ببینین افسردگی که یک اختلال شایع روانی هست، در افغانستان هم تعداد زیادی از مردم از افسردگی و اضطراب رنج میبرن، حداقل در هر برهه از زمان میتونه بگیم که 154 میلیون نفر مشکل افسردگی داشتن، یک آمار خیلی بلندی هست. 25 میلیون نفر دچار سایکوز شدن یا جنون که میگن، یا همون شکل شدید امراض روانی هست. و 38 میلیون نفر فعلا در کل دنیا مصاب سر هستن، سر یا مرگی یا پرواز یا همون حساب تشنجی که میگن یا اختلاجی که میگن، یک رقم بسیار بالایی است. در کل در حال حاضر در کل دنیا در حدود 90 میلیون نفر به نحوی از
مشکلات وابسته به مواد مخدر یا الکل رنج میبرند که یک رقم خیلی بالایی هست. در افغانستان دو سروی انجام شده، یک سروی در سالهای قبل بوده، البته هر دو تا از اینا یک در سال 1996 بوده که با 160 خانم بی‌سرپرست در ولایت کابل انجام شده که یک آمار خیلی بلندی از اختلال روانی بین از اینا حساب نشان میده. به طور مثال 97% از اون خانم‌ها، از اون 160 خانم 97% از اونا مشکل افسردگی داشتن، 86% از اونا استراب داشتن و اگر بیایم بگیم که 42% از اینا اختلال استرس پس از حادثه داشتن، به نحو مشکلات یا عوارض ناگوار زندگی به خاطر می آوردن و متاسفانه در حدود 21% از اونا افکار مرتبط با خودکشی داشتن که یک رقم خیلی بلندی هست. سروی بعدی که در شهر جلال آباد انجام شده، 38% مردم از افسردگی رنج می بردن، 52% از استراب و 20% از اونام از اختلال استرس پس از حادثه رنج می بردن. بنابراین این یک آمار و ارقام بلندی است که در سطح افغانستان و در سطح مثلا جهان است. ولی اگه بیایم ببینیم که هر سال 10 مریضی ناتوان کننده سرطان مصرف سازمان صحی جهان اعلان میشه که متاسفانه بین از این 10 مریضی که ناتوان کننده است و معیوبیت و معیوب کننده است برای اشخاص، 4 مریضی از اینا برمیگرده به مشکل روانی که یکی از اون افسردگی است، اختلال دو قطبی است و سایکوز است. اینا یعنی اگه بیایم ببینیم که سطح از اینا در کل دنیا به چه سطح است، از 10 مریضی عمده ای که سبب معلولیت میشه در سطح جهان، 4 تا از اونها مشکل سطح روانی است. ولی یک نقطه قابل ذکر است که خود امراض روانی ندرتا کشنده هستند، اینا سبب مرگ نمیشن، ولی یک موضوع هست که اینا میتونن سبب زمینه برای امراض جسمی مساعد بکنن. و موضوع دوم، اگر ببینیم شخص از نظر روانی یا یک مشکل شدید روانی داشته باشه، او وقت است که ما میبینیم نمیتونه یک شخص فعال و جامعه باشه، یک بار دوشی برای خانواده است، یک وقت زیادی میگیره. بنان درست است که اینا خود از اینا سبب مرگ نمیشه و ندرتن هست، ولی وقتی که شخصی دچار از اینا میشه برای یک وقت طولانی و برای یک زمان مدت بیشتر، فامیل، جامعه و خود از اینا تحت مراقبت ضرورت دارن و میتونه مشکلات شدیدتری برای اشخاص ایجاد بکنه. بسیار تشکر. به این سوال لطف کنین پاسخ بگین که ویژگی های یک شخص سالم چی هست؟ خب خیلی سخت است که ما به صورت خلاصه 1، 2 یا 5 مثلا ویژگی رو بگیم برای شخص سالم، ولی به صورت حساب مختصر میتونه یک شخصی ما میتونه بگیم که سالم است که خود خود درک بکنه، توانایی خود بشناسه، نی بیشتر نی کمتر، بتونه با جامعه ارتباط برقرار بکنه، از زندگی خود لذت ببره و تحت تاثیر خشم و نفرت و عشق و ناکامی اینا قرار نگیره و بتونه مفید باشه به جامعه و بتونه با فامیل، اجتماع و با کسانی که اونها سرکار داره ارتباط مناسبی برقرار بکنه و بتونه یک زندگی عادی و نرمال داشته باشه. میتونیم صد خلاصه بگیم چند تا از ویژگی‌های یک شخص سالم هست. بسیار تشکر. و موضوع بعدی این هست که به صورت عموم هدف سطح روانی چی هست و چرا در زندگی ما اهمیت داره؟ خب بیایم اول این بگیم چرا سطح روانی اهمیت داره. ببینین در افغانستان متاسفانه در حدود 60% از مردم از اختلال روانی و نحو رنج میبرن که 1% خیلی زیادی است. پس اهمیت از این بزی هست که 1% زیادی از مردم از این رنج میبرن. اختلال روانی یک بار سنگینی هست به دوش فامیل و دوش اجتماع، وقت زیادی میگیره تداوی از اینا نسبت به مریضی های جسمی. موضوع دیگه که هست، تداوی از اینا ارزان هست، خوشبختانه مثل مریضی های جسمی اینا قابل تداوی هست. با حرف میتونه درمانشه؟ البته برای تداوی از اینا هم تداوی دوایی هست هم مشاوره هست، هیچ کدام از اینا به تنهایی نمیتونه 100% راهکار باشه و هر دوی از اینا با هم میتونن که این مشکل رو حل بکنن. و گپ موضوع دیگه است که پروگرام تربیتی یا درس دادن یا آموزش کارمندان مسلکی یا افراد جامعه در قسمت سطح روانی ارزان است و آسان است، خیلی سخت نیه. با چند ورکشاپ میتونین مردم رو آگاه بسازین یا کارمندان مسلکی باید آگاه باشن و راه حل بهتری برای تداوی از اینا بیان. ولی در کل میتونه میگین که هدف از اینا بخش خدماتی هست که بتونن مریضا رو تداوی بکنن، بخش آموزشی هست که حساب تربیت بکنن کادرهای مسلکی ره، بخش تحقیقاتی هست که بخش خیلی مهمی است تا ما آمار و ارقام مناسبی از سطح روانی داشته باشیم. نمیتونین یک پلان مناسبی داشته باشین تا آمار نداشته باشیم، نمیفهمیم که چی فیصدی از مردم از این مشکل رنج میبرن و چی کار باید انجام بدین. بنابراین بعد از تحقیقات میتونیم بگیم که طرح و برنامه‌ریزی مناسبی میتونیم داشته باشیم که یکی از اهداف عمده سطح روانی است که بتونیم با آینده ان شاء الله یک پروگرام منظمی برای اینا داشته باشیم. بسیار خوب. و اما
توصیه هایی که در سطح جهانی در مورد بهبود وضعیت صحت روانی شده، این توصیه ها شامل کدام چیز هست؟ ببینیم، همونطور که گفتین بحث صحت روانی بس یک کشور نیست، یک منطقه نیست، چیز جهانی هست. در کل دنیا، چی به کشورهای فقیر چی به کشورهای غنی، تعداد زیادی هستند که از این مشکلات رنج میبرن. و نه وقتی که توصیه شده از طرف سازمان صحی جهان یک توصیه عمومی شده، در قدم اول باید ما آمار و ارقام جمع آوری بکنین، مطابق با آمار و ارقام ما بتونین پلان بسازین و طرح بسازین و بتونین پیشرفت بکنین. این و بحث دیگه افزایش حس پذیرش هست از طرف جامعه، چیزی که خیلی مهم است. این مریضا باید از طرف جامعه مورد قبول قرار بگیره و اینا به تنهایی نمیتونن که تداوی بشه، باید برای از اینا زمینه کار بتونن فراهم بشه و بتونن از طرف جامعه مورد حساب پذیرش قرار بگیرن. و همچنین برای از اینکه یک پروگرام صحیح داشته باشین، باید فامیلا به پروگرام تداوی شامل بکنین، اونم باید جزوی از پروگرام تداوی باشن، تنها نباشه که شخص بیاید. و بحث دیگه که موضوعی خیلی مهم است، بحث تدریس از اینا در سطح مکاتب هست که صحت روانی من حیث یک مضمون یا در کوریکولوم های صحت روانی مکاتب باید شامل بشه. بسیار تشکر از شما. بسیار سپاس از حوصله‌مندی همه شما عزیزان و علاقمندان برنامه روان سالم. همون قسم که از اول برنامه تعقیب کردین، دیدین که در قسمت گفتگو ما حرف‌های پیرامون اهمیت صحت روانی با جناب آقای عبدالفتاح نجم، رئیس حوزه دفتر هیئت معاونیت بین‌المللی داشتین. و بسیار سپاس از اینکه تا این قسمت از برنامه با ما همراه بودین. برنامه روان سالم تنها نگذارین و مرا هم در این برنامه تنها نگذارین. برنامه را تعقیب کنین. علائم جسمی بیماری‌های روانی می‌تواند شامل دردهای مختلف عضلاتی، سردرد، معده درد در و همچنان درد در تمامی اعضای بدن، خستگی، بیقراری، تپش قلب، کمخونی و رعشه بالرزه. به سخنان مریضان روانی به خوبی و حوصله‌مندی گوش دهید، حتی اگر ربطی به شما نداشته باشد. علل و اسباب بیماری‌های روانی، مسائل ژنتیکی، صدمه روحی و مغزی، فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی، جنگ، مهاجرت، قتل عام، تعرض، تجاوز، خشونت، داغدیدگی و همچنان مریضداری دوامدار، استفاده از مواد مخدر و سایر مشکلات زندگی و خانوادگی می‌توانند در به وجود آوردن بیماری‌های روانی نقش داشته باشند. در ادامه برنامه از شما عزیزان میخواهم به مسابقه ای که همکارم قاسم جعفری در داخل مکاتب هرات ثبت نموده توجه نمایید. در این بخش ما از شاگردان سوالاتی خواهیم داشت پیرامون موضوع و اهمیت موضوع صحت روانی. خواهیم دید که دانش آموزان مکاتب چقدر پیرامون موضوع صحت روانی معلومات دارند و کیها میتوانند برنده این مسابقه باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بر شما بینندگان عزیز. به ادامه برنامه روان سالم خوش آمدید. با مسابقه مکاتب با شما هستیم. امروز در مکتب متوسطه محمد امین اخوان میریم تا ببینیم که آمادگی این دانش آموزان برای این مسابقه به چه میزانه. با ما باشید. خب سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. در جمع دانش آموزان مکتب متوسطه محمد امین اخوان هستیم تا ببینیم که به چه میزان آمادگی گرفتن دانش آموزای این مکتب. با ما باشید. خب دانش آموزای عزیز، همگی آمادگی دارن برای مسابقه؟ بله. بسیار عالی. خب بچه ها، سوال اول از کی بپرسم؟ کسی آمادگی داره؟ شما نفر اول دست بلند کرده. خود معرفی کنه برمان. محمد عارف هستم، متعلم صنف نهم، یک از اشتراک کننده های می پروژه صحت روانی. عارف جان چند نمره؟ دو نمره. بسیار عالی. خب عارف جان برای ما مواد مخدر توضیح بده. مواد مخدر، مواد همه مواد شامل همه ترکیباتی که همه که مصرفی هم موجب تغییر در رفتار همه و اختلال در خلق و خوی و اختلال در قضاوت و شعور فرد شود. بسیار عالی. تشویق کنیم دوست خوب. خیلی عالی توضیح دادن. یک کادوی هم از طرف برنامه برای از اینا اهدا میشه که امیدوارم موفق باشن در تمام مراحل زندگی. خب یک تشویق دیگه هم بکنیم دوست خوب. خب سوال بعدی را از کی بپرسم بچه ها؟ باشه که از اینا بپرسم
اینا بار دوم دست خواله میکنن. خب معرفی کنه خودتو. السلام علیکم، اسم من عزیز احمد ولد محمد میرزا، صنف 9 از مکتب شاگردان مکتب متوسطه اخوان است. بسیار عالی. صنف 9 چند نمره شما؟ اول نمره ماشاءالله. خب بریم و شما خشونت اقتصادی رو توضیح بدید. خشونت اقتصادی خشونت است که شخص مجرم رفتار خود را بالای دیگر اعضای خانواده متعمل می‌سازد. چگونه متعمل می‌سازد؟ خب یعنی با استفاده از زور خود تمام زوری که در خانواده داره اونا از همین زور خود استفاده کرده و یعنی تمام مالای خانه را قبض می‌کنه. کامل نیه جواب از اینا. کسی هست که جواب کامل تر بده بره ما؟ خب این دوست خود یک تشویقی بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالقدیر کلمی هستم، متعلم صنف 7 با مکتب متوسطه اخوان. خشونت اقتصادی که هست، خشونت اقتصادی که شخص توسط زور و قدرتی که داره بر روی سایر اعضای خانواده تعمیل میکنه که همو سایر یا مواد اقتصادی یا مالی از اینا که از خود خواه میکنه و آنها رو مجبور میکنه که تحت درخواست و توقعات خود قرار میده. تقریبا کامل بود، میپذیریم از اینا. تشویق کنیم دوست خور. خب کادوی هم از طرف برنامه تقدیم شما میشه، موفق باشید. بریم سراغ سوال بعدی. نفر بعدی من خودم مشخص میکنم. دوستان شما خود خودم معرفی کنم. بریم. سلام علیکم، اسم من عبدالهادی ولد سعد خان، یکی از متعلم مکتب اخوان صنف 5 با. بسیار علی. هادی جان چند نمره؟ 7 نمره. ماشاءالله، خدا حفظ کنه شما. خب هادی جان بریم و شما صحت روانی بریم و توضیح بده. صحت روانی یکی از مریضی های است که یکی از حال خود خود نباشه و دیگر کسی را به چیز مجرم میاد تا خود قرار داد. کسگی هست که کاملتر شما؟ ساعت روانی جزء مهم و ساعت عمومی باشد که با عمل کردش شخص مرتبط به طور عمده با عمل کرد شخص مرتبط شامل می شود که شامل فکر کردن، احساس کردن و درک اطرافیان جهان و شخص ساعت روانی که برخوردار باشد می تواند در مراحل زندگی با خانواده خود و فامیل و دوستان خود کمک کند در مراحل زندگی خود خود. می پذیریم از اینو. خب ماشاءالله اول خوب انرژی شروع کرد. تبریک میگم برای شما، موفق باشین در تمام مراحل زندگی. خب نفر بعدی که انتخاب میکنم، اول نمره عمومی مکتب شما کینه بچه ها؟ شما نه؟ خب شما خود رو معرفی کنه برای ما. بسم الله الرحمن الرحیم، ادریسم ولد ضیاءالحق، متعلم صنف 8 الف مکتب حاجی محمد امین اخوان. بسیار عالی. ادریس جان اول نمره عمومی درسته؟ بله. خب بریم از موفقیت ها خوب بگین، چه چیزی باعث شد، چه چیزی مهمترین عاملی بود که شما تونستین اول نمره عمومی مکتب بشین؟ مهمترین عاملی بود که من وقتی که می دیدم بچه ها، می دیدم که اینا درس نمی خوانم، می گفت من پیش خود فکر می کردم چرا من مثل از اینا باشم، چرا من مثل از اینا ولگردی کنم داخل کوچه، من باید درس بخونم و کوشش کنم که یک حداقل مستر خدمت به وطن بشم. بسیار عالی. ادریس جان تا حال با اضطراب روبرو شدین؟ گاهی شده که مضطرب شده باشین؟ اضطراب بعضی وقتا که مثلا میترسیدم بعض اضطراب به من پیش میاد. خب شما همین اضطراب برای ما توضیح بدین. خود اضطراب که هست یک امر طبیعیه، همه انسان ها اضطراب و ترس در مراحل از زندگی خود تجربه میکنن. اضطراب و ترس که هست نشانه و علامت یک انسان در برابر موقعیت های خطرآفرین هوشیار میسازه و قادر از هوشیار ساخته و قادر میسازه که انسان از خود خود اقدامات انجام ده و خود همین اضطراب که هست یک سیستم هوشدار دهنده میباشه. شخصی که اضطراب داره همیشه به تشویش از آینده خود نگرانی از آینده داره و کار و زندگی که هست او تحت تاثیر قرار میده. بسیار عالی توضیح دادن، یک تشویق ممنون میشم. یک هدیه خیلی ناقابلی هم از طرف برنامه برای ادیشان اهدا میشه، امیدوارم در تمام مراحل فوق العاده نمره بشین. خب نفر بعدی شما، خود شما بگین که کی رو انتخاب کنم. شما نفر اول بودین.
معرفی کنه خودتو بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسعود هستم، ولد غلام سخی، متعلم صنف هشتم مکتب محمد امین اخوان. بسیار عالی. متعلم صنف هشتم چند نمره هست؟ 10 نمره. خب شما دوست عزیز بریم و توضیح بدین که به کسی که افسرده میشه چه کمک هایی میتونیم بکنیم؟ کسی که افسرده میشه بگذاریم احساسات خود بیان بکنه، سعی نمایی علت های افسردگی برای بیان نماییم و ای را متهم به تنبلی نکنیم. وابستگان او را حمایت کنید تا وابستگان او را تشویق کنید تا مو بیمار افسردگی را چه حمایت کنم. چه کسانی میتونم بیشترین کمک بکنم برای یک فرد افسرده؟ یک دوست، یک عضو خانواده یا رفیقی یا از اموی خویشاوندان. بسیار عالی، میپذیریم، از اینا هم میپذیریم. ماشاءالله بچه های مکتب اخوان هر کدوم اینا آماده هستند. خب هدیه هم از طرف برنامه خدمت شما تقدیم میشه، امیدوارم که در تمام مراحل زندگی تو موفق باشید. خب نفر بعدی که دوست داره شما، خود اینا سری گفتن. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد سینا، ولد غلام قادر، صنف ششم الف از مکتب حاجی محمد امین اخوان. بسیار عالی. سینا جان چند نمره این شما؟ اول نمره ماشاءالله. خب سینا جان برای ما بگین که چه تمریناتی برای یک فردی که دچار استراب شده این تمرینات برای از اون موثره؟ تمرینات دمی عضلاتی، تمرینات همین تنفسی دیگه و همین ورزشی. خب یک کمک دیگه شما رو میکنم، اگر تمرینات عضلاتی رو برای ما توضیح بدین. اگر تمرینات عضلاتی رو توضیح دادین شما مستقل شده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. تمرینات عضلاتی مثلا وقتی که همین شخصی که همین مشکل چیزا داره، همین استرابه، وقتی که مثلا نرمش یا ورزش های دویدن ای کارا، همین دویدن ورزش همین عضلاتی مثلا نرمش دویدن دیگه به نه متاسفانه نتونستن. کس دیگه هست که برای ما بگه تمرینات برای رفع اضطراب چیه؟ شما بگه. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد جوی جهانی رسام، متعلم صنف هشتم مکتب محمد امین اخوان. کسی که دو مورد موجوده که مثلا که تمرینات تنفسی هست که شخص در حالت استراب تنفس خود مثلا سریق یا چند ثانیه تنفس گیره، بعد از اون از طریق بینی میتونه نفس رها کنه و اکسیژن خارج بسازه. بعد از اون به چیز تمرینات عضلانی وقتی که شخص مضطرب میشه در یک جای آرام قرار بگیره و اعضای خود را یک متحرک قرار بده، بعد از چند ثانیه ها کنه میتونه. بله. یک دو تا تمرین دیگه هم هست، اونا رو مگه میشه بریم اونا ببریم؟ تمرینات عضلانی در مورد همین تمرینات برای رفع استراب دو تا تمرین دیگه شما جا بدیشه. تمرین‌های ذهنی هم میشه که مثلا در یک مکان ساکت باشه، مثلا تحت فکر بره، مثلا فکر کنه در اطراف جهان، خب مثلا که تحت تاثیر نره. بله قبول میکنیم از اینا، هر تا یک مورد جامونه پیش اینا هم خب قبول میکنیم. دوست خود تشویق کنید. خب تبریک میکنم برای شما، یک تشویق مجدد میکنم. خب ما کوچکترین فرد همین صنف ما این دفعه جواب بده برای ما. شما دوست عزیز اول که خود خودت یک معرفی بکنید برای ما. اسم اسماعیل، ولد محمد ابراهیم، صنف پنجم با، متوسطه مکتب محمد امین اخوان. بسیار عالی. اسماعیل جان چند نمره این شما؟ سوم نمره. ماشاءالله خدا حفظ کنه شما. شما برای ما در مورد صحت بگیم، خود صحت تعریف کنید. صحت طبق تعریف سازمان WHO صحت عبارت از صحت سازمان WHO در مورد صحت چی گفته؟ خب اشکال نداره. یک تشویقی بکنه. از کی بپرسم این سواله؟ از شما بپرسم. خب اول که خودمون معرفی کنیم، یک کمک خونسرد باشیم، بعد از اون برامون جواب بده. من نام خدا محمد شفیق حکیمی هستم، متعلم صنف هشتم مکتب محمد امین اخوان. صحت رو برامون توضیح بدین. بسم الله. صحت عبارت از طبق تعریف سازمان WHO صحت عبارت از رفاه کامل مکمل جسمی، روانی و اجتماعی. یعنی نبودن امراض جسمی نشانه صحت نیست، بلکه روان انسان هم باید کامل باشه. بسیار عالی. خب قبول میکنم از اینا تشویق کنید. باز هم هدیه که از طرف برنامه
خدمت دوست عزیز ما تقدیم میشه. امیدوارم که در تمام مراحل زندگی خود موفق باشی. خب یک سوال دیگه باز هم شما بگین که از کی بپرسم؟ حامد جان. حامد جان شما نه اینا. خب حامد جان یک معرفی کامل از خود داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. حامد ولد الالدین هستم، متولد اسم صنف نهم مکتب متوسطه اخوان. بسیار عالی. حامد جان چند نمره شما؟ سوم نمره. سوم نمره. خب در مورد ضررها و او عواقبی که اعتیاد برای خانواده داره اینا رو یکم که برام توضیح بده. اعتیاد ناشی از مواد مخدر میباشه که باعث تغییر خوی و عادت، خوی و خلق انسان، باعث تغییر روش و چه تأثیرات روی خانواده داره؟ تأثیرات اقتصادی و تأثیرات اقتصادی و تأثیرات دشواری. بله. نه متاسفانه جواب از اینا کامل نیه. کسی هست که کامل جواب بده؟ باشه که از دوست خود بپرسیم. شما بریم ما بگیم که اعتیاد چه ضررهایی میتونه برای خانواده؟ اعتیاد اصل یک مرضی است که بدبختانه بسیاری از مردم به اعتیاد یا مواد مخدر مبتلا شدن. بعد و دانشمندان میگن که اعتیاد کسایی که به مواد مخدر مبتلا است، کسایی که عادی کرده جرمی بیشتر. خب چه تأثیرات روی خانواده داره؟ شما تعریف خود اعتیاد کردیم برمو، تأثیراتی که روی خانواده داره اینا رو برمو بگید. تأثیرات اگر یک شخص به معتاد شپایه خانواده هم از بین می رود، هم از بین می باشد، باشد خانواده سرر بسیاری به میان می آره. نه متاسفانه دو تا فکت مهم داره که هر دو فکت از پیش شما بمونده. کس دیگه ای که شما گفتین دست خور بالا کرده بودم شما برام توضیح بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. نویدم محمدی هستم، متعلم صنف هفتم با مکتب محمد امین خان. تأثیراتی که اعتیاد برای خانواده در یک مشکلات اقتصادی کم شدن سرمایه نا و از هم پاشیدن خانواده مانند خشونت، طلاق و غیره. قبول میکنیم از اینا. ما آفرین برای از اینا که خوب توضیح دادن. یک تشویق محکم بکنیم اینا. خب این هم هدیه‌ای که از طرف برنامه خدمت شما تقدیم میشه. خب در همینجا به پایان مسابقه امروز در مکتب متوسطه محمد امین اخوان میرسیم. بریم که ببینیم همکار ما در استودیو برای شما چی آماده کرده. درود مجدد و سپاس از همراهی همه شما خوبان و علاقمندان برنامه روان ساری. در ادامه برنامه کلیپ معلوماتی در مورد جوست که توسط همکارم آقای مشتبه بختیاری آماده شده است به شما بنشه میرسد. هرچند هوش و استعداد به طور عمده زمینه وراثتی دارد، ولی عوامل محیطی نیز می توانند بر آن تأثیر داشته باشند. یکی از عوامل محیطی مؤثر بر قدرت و فعالیت مغز عوامل تغذیه‌ای هستند. مغز نیز همانند سایر اعضای بدن به غذا و انرژی نیاز دارد. در برنامه این هفته شما را با خواص ارزنده جوز آشنا می کنیم. یکی از ماده های اساسی برای مغز جوز است. این ماده غذایی حاوی دو ماده مهم به نام کولین و لیسیتین است که در ساخت مهمترین واسطه شیمیایی مؤثر در حافظه و فعالیت های مغزی فسفاتیدیلکولین به کار می رود. این ماده یک جزء اصلی سازنده سلول های مغز می باشد که بدون مقادیر کافی آن فعالیت مغز و قدرت حافظه کاهش می‌یابد. همچنین جوز حاوی دو عنصر مهم دیگر به نام فسفورس و گوگرد است که در ساخت لیسیتین به کار می‌روند. جوز منبع مهم عنصر روی نیز هست که برای حفظ و تقویت فعالیت‌های مغزی و جلوگیری از تجمع سر و اثرات سمی آن بر مغز مناسب است. همچنان کالوری جوز زیاد است. حدود 654 کالوری در هر 100 گرم جوز وجود دارد. لذا بهتر است روزی که می خواهید جوز مصرف کنید
کالوری آن را محاسبه کرده و از کالوری روزانه خود کم کنید. در دانشگاه تافتس آزمایش روی موش‌ها نشان داد که اضافه کردن جوز به رژیم غذایشان توانایی ذهنی را بهبود می‌بخشد. محققان می‌گویند خوردن جوز ممکن است از مغز در برابر پیری محافظت کند. کارشناسان در دانشگاه سانتیاگو کامپوستلا در اسپانیا پژوهش بر عملکرد مغز را برای جلوگیری از فاکتورهای کم کردن سرعت گرایش زوال عقل در افراد مسن انجام دادند. محققان دریافتند که مواد متشکل جوز نقش مهمی در به حد اقل رساندن اثرات افزایش سن بر روی مغز انسان دارد. جوز غذای مغز است، نه فقط به خاطر ظاهر چیندار مغز مانند پوست آن، بلکه به خاطر مقادیر زیاد چربی های امگا 3 موجود در آن. مغز شما متشکل از بیش از 60% چربی ساختاری است. برای عملکرد مناسب سلولهای مغزی، این چربی ساختاری به چربی های امگا 3 اصولی موجود در جوز، تخم بزر و ماهی نیاز دارد. عزیزان و علاقمندان برنامه روان سالم، با سپاس از همراهیتون برنامه ما به همین جا به پایان میرسد. تا روان سالم دیگر، ساعت 8 دیگر، برنامه دیگر، شما رو به خداوند یکتا و بی همتا میسپارم. بدرود. این برنامه از طرف دفتر هیئت معاونت بین المللی پروژه صحت روانی جامعه برای شما تقدیم شد.